واحد موسیقی رشته معماری، مأخذ کتاب درک و دریافت موسیقی، نوشته راجر کینیه، ترجمه حسین یاسینی. جلسه دوم. شبکه جهانی ویند، آموزش در اولویت. سلام، بابک هستم از دانشگاه مجازی ویند یا ویند ویرچوال یونیورسیتی. در خدمت شما هستیم با جلسه دوم از کتاب درک و دریافت موسیقی اثر راجر کینیه. نخست توجه شما رو به عناوین این برنامه جلب میکنم. تا انتهای برنامه با ما باشید. صدای انسان. در گذر تاریخ آواز خواندن متداول ترین و ملموس ترین شیوه ایجاد موسیقی بوده است. خوب آواز خواندن به دلایل گوناگون دشوار است. در آواز در قیاس با گفتار گسترده پهناورتری از زیر و بم و حجم صوتی را به کار می گیریم و حروف صدادار را کشیده تر ادا می کنیم. لازمه آواز خواندن داشتن نفس بیشتر و مهار کاملتر بر آن است. وسعت صدای آوازخوان بسته به میزان تعلیم دیدگی و نیز ویژگی‌های فیزیکی او است. تارهای صوتی مردان طویل‌تر و ضخیم‌تر از تارهای صوتی زنان است و همین تفاوت محدوده صوتی بمتری را برای آنها سبب می شود. گروه بندی گستره های آوازی زنان و مردان به ترتیب از زیر به بم بدین ترتیب است: سوپرانو، آلتو، تنور و باس، که این ترتیب در زنان و مردان خود به سه دسته تقسیم می شود. در زنان به سوپرانو، مزو سوپرانو، آلتو یا کنتر آلتو و در مردان به تنور، باریتون و باس تقسیم می شود. شیوه های آوازخوانی به دلیل تفاوت ذوق و پسند اقوام گوناگون از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. آواز کلاسیک، آواز مردم پسند یا پاپ، آواز عامیانه، آواز جاز، راک، هر یک به شیوه متفاوتی اجرا می شود. موسیقی در فرهنگ غرب تا اواخر سده 17 به طور عمده آوازی بوده است. در پایان سده 17 موسیقی سازی از نظر جایگاه و اهمیت به رقابت با موسیقی آوازی برخاست. آهنگسازان از آن پس همچنان به خلق آثار آوازی برای تکخوان یا گروه کر همراه با ساز یا بدون ساز ادامه دادند. در این میان آثاری برای گروه کر مردان، کر زنان و یا تلفیقی از این دو را می توان یافت که در آن به طور معمول سوپرانوها، آلتوها، تنورها و باسها حضور دارند. بخش همراهی کننده آواز در این آثار از سازهای تک مانند گیتار یا پیانو تا ارکسترهای کامل را در بر می‌گیرد. سازها. موسیقیدانان غربی به طور معمول سازها را در 6 گونه بزرگ گروه بندی می‌کنند. سازهای زهی مانند گیتار و ویولن، سازهای بادی چوبی مانند فلوت و کلارینت، سازهای بادی برنجی مانند ترومپت و ترومبون، سازهای کوبه‌ای مانند طبل بزرگ و سنج، سازهای شستیدار مانند ارگ و پیانو و سازهای الکترونیک مانند سینت‌سایزر. گرچه نوازندگان سعی در همخوانی
با صدای زیبا و انعطاف پذیر آوازخوانان دارند، اما وسعت صوتی اغلب سازها بیشتر از وسعت صدای انسان است. وسعت صدای آوازخوانی تعلیم دیده حدود 2 اکتاو است، اما قلمروی صوتی بسیاری از سازها 3 یا 4 اکتاو و برخی نیز 6 یا 7 اکتاو است. محبوبیت سازها بسته به ذوق و سلیقه موسیقیایی و نیز مقتضیات زمان است. سازهایی مانند هارپسکورد، نیای پیانوی امروزی و رکوردر که سازی از خانواده فلوت است، در قدیم بسیار مورد استفاده قرار می گرفت. آهنگسازان راک سازهای غیر غربی مانند سیتار هندی که گونه ساز زهی زخمه‌ای می باشد در کارهای خود به کار می بردند. اجرا کنندگان جاز به استفاده از سازهای کلاسیک مانند فلوت روی آوردند و از سوی دیگر آهنگسازان کلاسیک سازهای ملازم جاز مانند ویبرافون را به کار می گیرند. اثر موسیقی ممکن است برای ساز سولو یا تکنواز، دسته های کوچک همنواز و یا برای ارکسترهایی با بیش از 100 نوازنده و آوازخوان ساخته شود. اما دسته نوازندگان تعدادشان هرچه باشد، ممکن است در بردارنده سازهایی از یک خانواده مانند زهی ها و یا سازهایی از گونه های مختلف باشد. Così nel sonno almeno